سلام خدمت شما دوستان، ما در این بخش با استاد عبدالله حیدری به سمت موقعیت غزوه بدر در حال حرکت هستیم. غزوه بدری که اولین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال دوم هجری بود و سعی خواهیم کرد ان شاء الله گزارشی از خود محدوده غزوه بدر خدمت شما تقدیم کنیم. مسافت بین مدینه منوره تا موقعیت بدر نزدیک 150 کیلومتره که ما انشاءالله در این مسیر با هم دیگه خواهیم. استاد حیدری، حقیقتا انسان زمانی که در اون فضا قرار میگیره و احساس میکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله این مسیر را طی کردن، برای بدر یک لذت خاصی داره. انسان یک حس معنوی و روحی خوبی به انسان دست میده در اون شرایط که واقع بشه. واقعا بله، با سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی. راستی که سخن از سیرت و از غزوات و از زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از صحابی پیامبر گرامی انسان را به حال و هوایی میبرد که از ایمان و از شجاعت و از معنویت سخن به میان می آید و سخن از اون کوههای خستگی ناپذیر و از اون بزرگوارانی که تمام عمر خودشون را در راه ایمان و در راه کاشتن ایمان و بارآوردن درخت ایمان گذاشتند، از اونها سخن گفتن به معنی این است که ما تاریخ اسلام رو در واقع بررسی می کنیم و از اون تاریخ سخن گفتن یعنی ما خود هیچ نیستیم. و وقتی که از اون بزرگواران سخن میگوییم، حقیقتش این است که ما باید در برابر عظمت اونها جز این که از الله بزرگوار، از الله متعال برای اون بزرگواران اجر بی پایان بخواهیم که اونها بهش محتاج نیستند، برای خودمون مغفرت و آمرزش بخواهیم. در جایی قرار داریم که 1400 سال پیش نبرد بین حق و باطل صورت گرفت. اینجا پوز کفر و شرک و خرافات و بدعت ها به زمین مالیده شد و دفن شد. دوست داریم توضیح از زبان شما بشنویم. بله، طبیعتا این صحنه صحنه بدر است. بله. و بدر برای اهل ایمان صحنه کوچکی نیست. شما وقتی آیات بدر را در قرآن مراجعه میکنید، بله، بدر یعنی زنده شدن ایمان و عدالت. سبحان الله. بدر یعنی خار شدن ظلم و ستیز. بنابراین اینجا رو شما وقتی میبینید، این عریش رو که میبینید، این مسجد دو منارهی که الان ملاحظه میکنید، مسجد دو مناره، اگر فیلمبردار هم برامون بگیره، بله، پس یه محلی بودی که رسول خدا اردو زده، بله، یا سنگر. اینجا دو تا مسجد است، یکی این مسجد سمت چپ منظور من این مسجد است، یک مناره، بله، نه دو مناره، ولی خب یک دو مناره اون طرف، درست این وسط، بله، دوربین گرفته، درسته. این مسجد در زمان خودش عریشی بود، یعنی سایبانی بود، بله، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم درست، بله، کردن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زیر این سایبان نشستن، بله، و دست به دعا و نماز خوندن و دست به دعا بلند کردن در اون مکان، بله، جالب، و شروع کردن به دعا کردن و دعای جاندار و طولانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کردن، اون دعا برای همیشه ماندگار است. سبحان. و چنان این دعا جاندار و طولانی بود و بخشی که در تاریخ محفوظ است و ماندگار است،
اون دعا این بود که خدایا اگر تو این گروه کوچک اهل ایمان را امروز هلاک بکنی و نصرت نکنی، هیچ وقت در زمین عبادت نخواهی شد. یا الله. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چقدر به ایمان صحابه اعتماد داره، چقدر به این ایمان افتخار میکنه، به خدا توجه میکنه و به خدا میگه خدایا این ایمان ایمان معمولی نیست، این ایمان را نصرت کن، یاری کن. الله اکبر. من این ایمان را از مدینه بلند کردم آوردم اینجا در برابر کفری که از دست اون کفر از مکه ما بیرون اومد. سبحان الله. این ایمان را یاری کن. ترسم داشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله به غیب نداشت که از قبل بفهمه که واقعا این حادثه پیروز در واقع 100% پیروز میشه. خب ما برای اینکه هوا دار تاریک میشه، قبل از این تاریکی هوا دوست داریم بریم سراغ اصل معركه. پس اونجا مرکز فرماندهی رسول خدا صلی الله علیه و آله مسجد دومناره بود و مشرکین مکه از این سمت از دامنه کوه و در واقع دهنه بین دو کوه که همون ادوه قصوا باشه وارد میشن و رسول خدا صلی الله علیه و آله از اون سمت وارد میشن. در وسط معركه صورت میگیره و جنگ تن به تنی که در واقع سه شمشیر زن ماهر که حمزه و حضرت علی و یکی دیگر از صحابه با سه نفر دیگر از مشرکین روبرو میشن، اینجا صورت میگیره که پیروزی سه نفر از صحابه منجر میشه در واقع. بله طبیعتا خلاصه جنگ، چون شما میگید که وقت تنگ است و چراغ روشن شده، بله خلاصه جنگ این میشه که 14 نفر از صحابه، 6 نفر از مهاجرین، 8 نفر از انصار به شهادت میرسن. بله طبعا 13 نفر در اینجا به شهادت میرسن و 1 نفر در 30 کیلومتری مدینه در مسیر راه به شهادت میرسه، عبید که در اینجا زخمی میشه، یکی از 3 نفری که در جنگ تن به تن به اصطلاح حضور داشت بله در مسیر به شهادت میرسه و 140 نفر از کفار از مشرکین مکه به اصطلاح 70 نفرشون زخمی اسیر میشن و 70 نفرشون کشته میشن که در چاهای بدر یا در قلیب بدر انداخته میشن. به دستور چاهای بدر کجاست الان؟ ما بتونیم جاها رو ببینیم. 1400 سال از اون زمان تا حالا گذشته. شما اگه بخواید جاها دیگه رفته، شما اگه بخواید تو منطقه خودتون بخواید مثلا روستاهای تو روستا چاهای منطقه رو مثلا پیدا بکنید یا من بخوام پیدا بکنم، شما نمیتونید 50 سال 50 سال پیش رو نمیتونید پیدا بکنید. در واقع با این در وادی هم است، گویا اینکه سیل ها هم اینا رو پر کرد تو همین نخلستانه، تو همین این منطقه وسط نخلستان. یعنی اون مسیری که الان به اصطلاح ما گفتیم مقر فرماندهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بوده، بله تقریبا تو همین منطقه است، نزدیک به همین مسجد. درسته. حالا کجا هست والله اعلم، ولی من فراموش نکنم دین ابوبکر صدیق به گردن من و شما، بله و اون قهرمانان و اون فرماندهان عظیم. بله ابوبکر صدیق در اینجا پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بود وقتی پیامبر دعا می‌کرد. بله ردای پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که دعا می‌کردن از پشت سرش از شون افتاد. ابوبکر ردای الهام در دعا می‌کردن، گویا الهام می‌کردن وقتی اصرار در دعا داشتن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ردا رو برداشتن روی شانه پیامبر گذاشتن و وقتی اصرار پیامبر زیاد شد ابوبکر صدیق گفتن که ای پیامبر خدا با شما قبول شد، کافی است. خب در مورد دعا مطرح میگه شیخ، اگر شما اینجا بیستین ممنون میشم برای اینکه دوستان میخوان تصویر شما دقیق‌تر در کادر باشه. در مورد دعا میگفتین که حضرت ابوبکر صدیق و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بحث دعایی که پیش میاد. بله بله اینو عرض میکردم که حضور، منظورم حضور شخصیت های بارز درجه یک در اسلام، بله ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، اینها در اسلام از روز اولی که درست به اصطلاح اسلام، تاریخ اسلام رقم خورده از مکه بله تا آخرین روز حیاتشون در صحنه حضور داشتن، همیشه بودن، همیشه صف اول بودن، همیشه در خط اول بودن، همیشه حاضر بودن، همیشه قهرمان بودن، همیشه زنده بودن. بنابراین من این میخوام بگم که کسانی که در باره این بزرگواران نمیدانن باید بیشتر بدانن، کسانی که نخواندن باید بیشتر بخوانن، کسانی که قرآن تلاوت میکنن در فضائل مهاجرین، در فضائل انصار، در فضائل تقوابین، صادقین، منفقین، هر جایی که میخوانند درباره صحابه باید بدانند که قرآن بدون صحابه الله خونده نمیشه. اشاره زیبایی حضرت عالی فرمودین. من به همین حادثه‌ای که حالا در مسیر با هم گفتگو کردیم به این حادثه یادم افتاد که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی که با اهل مدینه یعنی انصار در بیعت العقبه بیعت کرده بود بر این که رسول خدا رو در مدینه از جان و مال رسول خدا، همون که از جان و مال خود
دفاع میکنه از رسول خدا دفاع کنه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی که مطلع میشه قافله ابو سفیان که حضرت علی فرمودید با 1000 شتر و 50000 سکه نقره از سمت شام داره میاد، رسول خدا صلی الله علیه و آله میاد تا اموال به تاراج رفته مکه رو بازگردونه. خب اینجا میرسیم میبینه قافله ابو سفیان نجات پیدا کرده و رفت به سمت مکه، متوجه میشه که لشکر مکه داره میاد. اونجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرار میکنه اشیروا علی ایها الناس، اشاره به من رأی بدید، نظرتون چیه چیکار کنیم. که اونجا یکی از صحابه انصار که میفرماید که انک تریدنا یا رسول الله، مثل شما سعد بن معاذ، مثل اینکه رسول خدا هدفت ماست یا رسول خدا. ما مانند اصحاب موسی نیستیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا نحن ها هنا قاعدون، بلکه ما میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا نحن معكم مقاتلون. ای محمد، ای رسول خدا، ما مانند اصحاب موسی نمیگیم که تو و خدا برو بجنگ ما اینجا نشستیم، بلکه ما میگیم تو و خدا بجنگ و ما با تو میجنگیم. ای رسول خدا، اگر به ما بگی این صحرا رو بپیمایید ما نخواهیم گفت، اگر به ما بگی دریا رو در واقع طی کنید ما نخواهیم گفت. چقدر نمونه اصحاب رسول خدا اینجا میبینه استاد دریا. کلمات سلمان نمونه از ایمان است. سبحان الله، ایمان در این کلمات موج میشه. سبحان الله. اگر فرصتی شد این کلمات رو انشالله من مفصلتر حتما بینندگان عزیز باز خواهم کرد و نشون خواهیم داد که این بزرگواران چقدر صداقت در ایمان دارند. الله اکبر. چقدر با پیامبر، با خدا، با قرآن چقدر مؤمنانه و صادقانه حرف میزنن. اینها که چشم به غنیمت نداشتن که یک روزی مثلا غنایمی باشه اینها غنیمت ببرن، علم غیب هم نداشتن. اینها علم غیب هم نداشتن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیدونست که بالاخره چه خواهد شد. اینها الله اکبر، اینها فقط با خدا معامله بهشت داشتن. یا الله سبحان، معامله ایمان بود. فقط با خدا میگفتن خدای ما میخوایم تو راضی باشی از ما. الله اکبر. بنابراین وقتی نگاه ما به صحابه، وقتی ما نگاه میکنیم، وقتی قرآن را ما میخواییم بفهمیم، وقتی صحابه را میخواییم بشناسیم، باید با این دید نگاه بکنیم که اینها کسانی بودند که خودشان را برای خدا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله اکبر. خب اگر اجازه بدید استاد هیدری، من به دهنه کوهی که مشرکین مکه اومدن من یک توضیح مختصری بدم، نمیدونم برای شما ظاهرا پیمودن این کوه شاید راحت نباشه، من با اجازه این مسیر رو بپیمم و توضیحی به بینندگان عزیز. اگر فیلمبردار هم لطف کنن و این تصویر رو همراه من بیان تا ما این توضیحی بدیم قبل از اینکه غروب بشه. همونطور که ملاحظه میفرمایید از این دهنه کوه، بین دو کوه، ارتش مکه، مشرکین مکه از بین این دو دهنه کوه حرکت کردن و همینطور فیلمبردار اگر نشون بدیم ممنون میشم، در این محدوده حرکت کردن و این لشکر از وادی قصوا یا عدوة القصوا حرکت کردن و رسیدن به اینجا که محل معرکه بدر بوده. یا ملاحظه میفرمایید نخلستانی که ملاحظه میفرمایید محل معرکه بدر بوده و اینجا ارتش مکی اینجا صف کشیده بوده. محل اتراق اینجا بوده، اگر این طرف نشون بدید محل اردو، بله این زمین خالی محل اردوی مشرکین مکی بوده و درگیری در اون نخلستان صورت گرفته. خب استاد ایدری، اینجا در واقع قبرستان شهدای بدر هست همونطور که فرمودین، بالاخره دوستان از قبرستان تصویر گرفتن، توضیحاتی در این قبرهایی که دیده شد، طبعا غیر از ظاهرا 13 شهید بدر، شهدایی که افراد دیگری، اموات دیگری اینجا دفن شدن، ظاهرا این قبرستان قدیم شهر بدر. اینجا هم ظاهرا تابلو لیست شهدا زده، اولین شهید عمر ابن ابی وقاص است، دومین شهید صفوان بن وهب، سومین شهید ذوالشمالین ابن عبد عمرو، چهارمین مهج ابن صالح و پنجمین بعدیش عاقل ابن البکیر و بعدی عبید ابن الحارث که ظاهرا در مسیر برگشت به مدینه شهید میشه، بعدی سعد ابن خثیمه یا خیثمه، سعد ابن خیثمه، و بعدی مبشر ابن عبد المنذر، حارث ابن سراقة، رافع ابن المعلى، وبعدي عمير ابن الحمام، يزيد ابن الحارث، ومعوذ ابن الحارث، وعوف ابن الحارث رضي الله عنهم. اینا کسانی است که در واقع در صحرای بدر به شهادت رسیدن. همون گونه که از تابلو مسجد ملاحظه می‌فرمایید اینجا مسجد عریشه. عریش در واقع در اصطلاح عربی به سایبانی گفته می‌شد که با برگ درخت خرما اینجا
زده بودن برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع مقر فرماندهی رسول خدا صلی الله علیه و آله که مشرف بر بدر، بر معرکه و میدان بدر بود. ما از سمت دیگر همان مسجد دو مناره‌ای که در واقع به نام مسجد عریش که ملاحظه می‌فرمایید اینجا اومدیم برای اینکه از نزدیک اینو توضیح بدیم. در واقع اینجا محدوده بود که عریش برای رسول خدا صلی الله علیه و آله نصب کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیر این عریش یا در زیر همون سایبان که با برگ درخت خرما بسته بودن نظاره‌گر بر معرکه بود و شاهد بود و اینجا دعا می‌کرد و اینجا معجزه رسول خدا و در واقع مدد و تایید الهی اینجا محقق شد و مسلمانان پیروز شدند و مسجد عریش که ملاحظه می‌فرمایید.